یه کیک خوشمزه سبزیجات که میتونه کمکت کنه در کنار کاهش وزن غذای خوشمزه هم میل کنی. حتما اگه یه دفعه ازش امتحان کنی عضو ثابت وعده‌های غذایی در طی هفته میشه. ما نیاز داریم به 3 تا تخم مرغ و همینطور مقداری شیر گرم. برای اینکه مایه خمیرمون خودش رو باز کنه حتما باید شیرمون گرم باشه. یه مقدار شیر رو به تخم مرغ اضافه میکنیم، یه قاشق غذاخوری مایه خمیرم به شیر گرممون اضافه میکنیم، خوب هم میزنیم و بعد آرد الک شده رو کم کم به شیرمون اضافه میکنیم. مایه خمیر رو هم در آخر اضافه میکنیم و بهش استراحت میدیم، برای اینکه میخوایم یه مقدار خودش رو بگیر و یه مقدار حجیم تر بشه. همینطور یک قاشق مرباخوری یا غذاخوری از شکر قهوه‌ای و یک قاشق مرباخوری هم نمک بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم این مواد اولیه میشه گفت کیک ما قشنگ خودش رو بگیره. یه 2-3 ساعت در جایی که مقدار گرم هست بهش استراحت میدیم و قشنگ روش رو میپوشونیم. اما برای مواد داخل کیکمون نیاز داریم به 2 عدد پیاز، حتما اونها رو ریز ریز خردش میکنیم و با روغن سالم که روغن زیتون باشه سرخش میکنیم. خواص پیاز چه سرخ کرده باشه و چه خام باشه بسیار زیاده. میتونه به بهبود هضم و تقویت معدمون کمک بکنه. کاهنده قند خون بالا هستش. به سلامت قلبمون کمک میکنه. همینطور حافظ سلامت استخوان هامون هست. برای رفع عفونت بدن هم بسیار عالیه. توی این کیک میتونیم از سیر ریز شده هم استفاده کنیم. به همراه پیاز میتونیم سیرمون هم یه تفتی بدیم. میرسیم به هویج. نیاز داریم به 2 تا هویج، کاملا پوستش میگیریم و رندش میکنیم. یکی از مواد غذایی فوق‌العاده که برای بچه هامون عالی هستش و به رشدشون کمک میکنه هویجه. حتما توی میان وعده ها از هویج کمک بگیرید، براشون میبارو خورد کنید و بهشون بدید که میل کنن. فوق‌العاده کمک کننده به تغذیه بچه هاست. به دلیل ویتامین های فوق‌العاده‌ای که داره میتونه کمک کننده به رشد بهترشون باشه. سیر و پیاز رو که سرخ کردیم، هویج رنده شده هم داخلش میریزیم و بعد میرسیم به فلفل دلمه. میزان فلفل دلمه دلخواه هستش. اگه طعمش رو دوست دارید میتونید بیشتر هم استفاده کنید. فلفل دلمه به تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی کمک میکنه و سرشار از ویتامین C هستش و برای سیستم ایمنی بدن واقعا ضروری هستش. علاوه بر اینکه به کاهش وزن خیلی خیلی کمک میکنه، میتونه به حفظ سلامت پوست و مو هم کمک کنه و به کاهش کلسترول بد خون هم کمک میکنه. کاملا ریزش میکنیم و تفتش میدیم. باید بگم فلفل دلمه قرمز به فعال کردن گرما توی بدن خیلی کمک میکنه و همین باعث افزایش متابولیسم بدن میشه. فلفل دلمه ای که حاوی ویتامین C هست فرقی نمیکنه از کدوم فلفل دلمه و چه رنگی استفاده میکنید. فوق‌العاده کمک کننده به تقویت سیستم ایمنی بدنه و برای پوست کلاژن ساز قوی هستش. اگر دوست دارید جلوگیری کنید از آرتروز، حتما از فلفل دلمه در وعده های غذاییتون استفاده کنید. ویتامین K هم که در فلفل دلمه وجود داره از تشکیل لخته های خونی جلوگیری میکنه و برای یک استخوان عالی داشتن و حفاظت از سلول ها در برابر آسیب ها میتونه فوق‌العاده عالی عمل کنه. سبزی هایی هم که در این کیک استفاده میشه هر نوعی که شما دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. مثلا اگه مشکل دیابت دارید شنبلیله حتما باشه، یا اگر مشکل چربی خون دارید حتما از شوید استفاده کنید. سبزی های خرد شده رو آخر به موادمون اضافه میکنیم، چون نباید حرارت زیادی ببینن تا ویتامین هاش رو از دست بدن. بعد از اینکه ادویه ها رو داخلش ریختیم و تفت دادیم، 5 دقیقه هم سبزی ها رو با حرارت ملایم تفت میدیم و مواد داخلی این کیک ما آماده است. اینجا بهتون بگم اگه کانالم رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، چون در کنار اینکه غذاهای رژیم بهتون آموزش میدم، آموزش قرص‌های گیاهی هم دارم که بتونه در کنار همدیگه یک پکیج عالی باشه که اگه بخوای کاهش وزن داشته باشی خیلی خیلی بهت کمک میکنه و برای دوستانتون هم بفرستید که میخوان کاهش وزن خوبی رو تجربه کنن.
موادو که تفت دادیم و آماده کردیم به مواد داخل کیکمون که 3 ساعت استراحت دادیم اضافه میکنیم و کمی دیگه بهش آرد اضافه میکنیم، البته آرد الک شده، و خوب هم میزنیم. میایم سراغ درست کردن لایه ها که بخوایم این کیک رو آماده کنیم. خیلی کم به ته ماهیتابمون روغن می‌ریزیم و اون روغن شنگ پخشش می‌کنیم و یه لایه نازک از این کیکمون رو خوب پهن می‌کنیم و اجازه میدیم که بپزه. بعد از این که پخت برمیگردونیم. ما برای درست کردن این کیک نیاز به 3 لایه، حتی اگر خواستید بیشتر هم میتونید لایه هاتون رو درست کنید. برای وسط این کیک هم از پنیر پیتزا میتونید استفاده کنید. البته این کاملا دل بخواه هستش. اگه دوست داشتید که لایه هایی داشته باشه این کیکتون میتونید از پنیر پیتزا کمک بگیرید. ولی این به تنهایی هم قابل خوردنه و بسیار بسیار خوشمزه است. شما بر اساس ذائقه‌تون میتونید مواد داخل کیک رو تغییر بدید. مثلا اگر دوست دارید کدوی رنده شده یا بادمجون رنده شده و یا از انواع کلم‌ها استفاده کنید. ادویه‌ها هم بر اساس مناطقی که زندگی می‌کنید ممکنه متفاوت باشه. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. بعد از اینکه پنیر رو اضافه کردید باز هم تایم پخت بهش میدید و بعد از اینکه آماده شد میتونید سرو کنید و میل کنید. اگه دوست داری غذای رژیمی یاد بگیری یا حتی قرص های چربی سوسی بهت آموزش بدم، حتما عضو کانالم باش و آموزش هام رو دنبال کن.